حمله یکی از بازوهای نظامی کرملین به ارتش پوتین. صبح شنبه شبه نظامیان مزدور واگنر شهر روستوف در جنوب روسیه را تسخیر کردند. کمی بعد یفگنی پریگوژین سرکرده واگنر از مرکز فرماندهی این شهر پیامی برای مردم روسیه فرستاد. اخباری از وضعیت بد نیروهای روسیه در خطوط مقدم جنگ اوکراین. مناطق وسیعی از دست رفته، تعداد سربازای کشته شده در مقایسه با اون چه در اسناد به فرماندهی گزارش شده 3-4 برابر بیشتره و اون چه به فرماندهی گزارش میشه در مقایسه با اون چه در تلویزیون گفته میشه تا 10 برابر بیشتره. روزانه تا 1000 نفر تلفات داریم. مشکل پریگوژین در درجه اول با مقامات ارشد ارتش روسی است. او بارها از ضعف فرماندهی سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه در جنگ اوکراین انتقاد کرده. طی ماهای گذشته لحن انتقاد او تندتر شد و در نهایت ارتش روسیه را به انجام یک حمله موشکی مرگبار علیه سربازان واگنر در اوکراین متهم کرد. حالا او میگوید نیروهای واگنر به حرکت به سمت مسکو ادامه خواهند داد مگر اینکه رئیس ستاد کل و وزیر دفاع روسیه با او دیدار کنند. وزارت دفاع بریتانیا حرکت بخشی از شبه نظامیان واگنر به سوی مسکو را تایید کرده. اوضاع در پایتخت روسیه امنیتی است. ولادیمیر پوتین در یک پیام تلویزیونی اقدام واگنر را ارتداد توصیف کرد و گفت پریگوژین به قلب مردم روسیه خنجر زده. همه کسانی که عمدن راه خیانت را در پیش گرفتند، شورش مسلحانه تدارک دیدند، راه تهدید و اقدامات تروریستی را در پیش گرفتند، حتما به مجازات خواهند رسید. هم در برابر قانون و هم در برابر مردم ما پاسخگو خواهند بود. این در حالی است که وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای خطاب به اعضای واگنر گفته بازی خورده اید و از آنها خواسته راه خود را از پریگوژین جدا کنند. هنوز مشخص نیست پوتین تا چه اندازه بر شرایط کنونی تسلط داشته باشد. از یک طرف ضد حمله ارتش اوکراین علیه نیروهای روسیه مدتی است آغاز شده و هرچند کند ادامه دارد. از طرف دیگر حالا پوتین با شورش مسلحانه داخلی روبروست. ساعت و روزهای سرنوشت ساز برای او، مردم روسیه و اوکراین. هومن میرقاسمی، لندن.